سلام دوستان عزیز، باز هم به یک دیگری از ویدیوهای کانال خودتان خوش آمدید. در این ویدیو استفاده از گروپ فون در صفحه ورد را به شما به معرفی میگیرم. امیدوارم به اینکه تا آخر ویدیو با ما همراه باشین. خب دوستان عزیز، یک صفحه ورد را باز میکنیم. قسمی که میبینین دومین گروپ در تب هوم عبارت از گروپ فون میباشد که در این ویدیو به شما محتویات این گروپ را به معرفی میگیرم. خب دوستان عزیز، اول یک مقدار متن در صفحه ورد علاوه میکنیم. اولین قسمت در گروپ فوند عبارت از خود فوند می باشد که از این قسمت می توانیم انواعی از قسمت فوند می توانیم نویت خط خود انتخاب بکنیم. مثلا ما می خواهیم که نویت خط می قسم باشه یا تایمز نیو رومان باشه، کالیبری لایت یا کالیبری بودی. هر کدوم از این نویت های خط می توانیم انتخاب کنیم. مثلا من می گویم نویت خط من می قسم باشه چونی بسیار خورده. از این قسمت اگه بخواه سایز زیر بزرگتر می کنم تا اینکه خوانده شود. خب دو سایزیست. یا مثلا میگم پاراگراف دومی ما نوعیت خطیش همه خط بسیار معمول تایمز نیو رومان باشه که بیشتر استفاده دارن. و دیگه دومین قسمت عبارت از فونت سایز. فونت سایز به خاطر بزرگ ساختن یا کوچک ساختن اندازه متن استفاده میشه. مثلا من میگم سایز پیش فرض 11 بود، میخوایم همین 16 باشه. خب دو سایز قسمت دیگری که از در این تب وجود دارن یا در این گروه وجود دارن عبارت از increase font size و decrease font size می باشد. در قسمت increase font size می توانیم همین متن خود بزرگ بسازیم، یعنی مرحله به مرحله. و از قسمت decrease font size می توانیم متن خود کوچک بسازیم. خود سایز قسمت بعدی آپشن یا گزینه بولد می باشد. مثلا این متن ما فعلا در حالت نرمال یا عادی قرار داره و اگر از گزینه بولد استفاده کنیم این متن ما رو به شکل درشت و یا هم زخیم میسازن. میبینید دوست عزیز که فعلا متن ما از حالت ابتدای خود بسیار تغییر خورده و شکل زخیم و برجسته را به خود گرفته. خب دوست عزیز، قسمت بعدی گزینه ایتالیک میباشد. از گزینه ایتالیک زمانی استفاده میکنیم که بخوایم متن ما به شکل خوابیده نوشته شود. مثلا وقتی بالای گزینه ایتالیک کلیک میکنیم میبینیم که متن ما یک شکل خاص خوابیده را به خود گرفته که به قسمت پیش رو مایل میباشد. خب دوستان عزیز، گزینه بعدی آپشنی یا گزینه اندرلاین می باشد که اندرلاین می توانیم متن خود یک زیرخطی بدیم. خب دوستان عزیز، و قسم که می بینید اینجا یک اندرلاین فلش هم داره که قسم می توانیم مثلا اندرلاین ما باید دو خط داشته باشه، یک خط داشته باشه، با شکل نقطه نقطه باشه، یا هم از این قسمت رنگ اندرلاین انتخاب کنیم، یا هم اشکال بیشتری اندرلاین از قسمت مور اندرلاین می توانیم انتخاب بکنیم. خب دوستان عزیز، یک گزینه بعدی دیگه ما گزینه استریکت رو می باشد. ما اولا از اینجا سایز متن خود یک مقدار بزرگ میکنم و همچنین نویت خود ایبار اریال میگیریم. خب استریکت رو بالای متن انتخاب شده ما یک خط علاوه میکنه. ببینید دوستان عزیز که الان بلی همین متن که انتخاب کردیم یک خط علاوه شده. خب دوستان عزیز، چی وقت استریکت رو استفاده میشه؟ زمانی که اگر یک داکومنت یا یک صفحه ورد مرور میکنیم و یک قسمتی از متن اشتباهی دارن که او رو میخوایم به کسی نمایش بدیم، میتونیم از این گزینه استریکت رو استفاده کنیم. یعنی که مثلا همین متن اشتباه است یا جایش مناسب نیست، میتونیم به این شکل نمایش بدیم. خب دوستان عزیز، یک گزینه دیگه ساب اسکریپت و سوپر اسکریپت هست. مثلا ساب اسکریپت زیادتر در ریاضیات استفاده میشه که عدد در قسمت پایینی متحول یا مجهول علاوه میکنه. مثلا یک مجهول x داریم، مثلا میخوایم اینمی دو قسمت پایین به شکل اندکس یا خرد ترک نوشته شود، پس بنان از ساب اسکریپت استفاده میکنیم. میبینیم دوست عزیز که عدد دو در قسمت پایینی طرف راست x بسیار به شکل خرد نوشته شده. خب دوست عزیز، و دیگه گزینه بعدی سوپر اسکریپت میباشد. چی وقت از سوپر اسکریپت استفاده میکنیم؟ مثلا یعنی به نما اگر بلند بریم x دور، اگر دور به نمای x بلند بریم، میتونیم از سوپر اسکریپت هم استفاده بکنیم. ببینیم که دوستای عزیز به شکل اگر عدد تواندار نوشته شده و میتونیم از استفاده های گوناگون در جاهایی که مثلا بعض متنها رو میبینیم به این شکل تبدیل شده از همین دو گزینه ساب اسکریپت و سوپر اسکریپت استفاده شده. خب دوستای عزیز، این بود ویدیوی امروزی ما. امیدوارم که خسته نشده باشین. و اگر این ویدیو خوشتان آمده باشد پس لطف کنین کانال خودتانه، یعنی کانال تکنولوژی روز، سابسکرایب بکنین و همچنین دکمه
زنگ فشار بدین تا از ویدیوهای بعدی ما آگاه شوید. تشکر از توجهتان و